هزاران ساله که از سیر برای درمان و پیشگیری انواع بیماری ها استفاده میشه. حتما باید خاصیتی در اون باشه. سیر به تمام معنی یک داروست. به همین دلیله که میبینیم در کتب طبی همه فرهنگ ها به اون اشاره شده سیر از شروع تمدن بشری مورد توجه انسان ها قرار داشته در قارهایی که انسان ها در بیش از ده هزار سال قبل در اون زندگی می‌کردند، آثاری از بقایای سیر پیدا شده در تمام آثار پزشکی تمدن های عمده به فایده سیر اشاره شده سیر از ملتی به ملت دیگه رسیده سیر یکی از گنجینه های بشریه هم به عنوان غذا هم به عنوان یک دارو حتی نظام پزشکی و دارویی جدید اون رو به عنوان یک ماده مهم برای درمان انواعی از بیماری ها تجویز کرده اما جالبه که بدونید قهرمانان یونانی پیش از شروع مسابقات ورزشی یک دوره سیرخوری داشتن. سیر بین یونانی ها، مصری ها و چینی ها سبزی ویرژه اما اگه سیر به همراه روغن زیتون مصرف بشه چه خاصیت درمانی خواهد داشت؟ اما اگه تنتور سیر مصرف بشه چه خاصیت درمانی خواهد داشت؟ اوساره سیر به عنوان یک دارو مورد استفاده قرار میگیره و توسط جوانه های چشایی فرد اونقدر مشتاق درک نمیشه خواص مفید تنتور سیر به هیچ وجه از محصولات تازه پایین نیست علاوه بر این اوساره یا الکل از کیک سیر رو میتوان برای مدت طولانی ذخیره کرد بسته به تشخیص از دستورالعملهای مختلف این تنتور استفاده میشه این خود را به خوبی در مبارزه با پلاک پلاک ثابت کرده علاوه بر این محلول درمانی سیر و الکل قادره به عنوان یک سیستم ایمنی بدن و ضد سرطان عمل کرده و عملکرد محافظتی بدن رو فعال میکنه مطالعات نشون میده یکی از فواید خوردن تنتور سیر کمک به افراد در بهبود سیستم ایمنی بدنه به همین خاطر هر زمان که احساس ضعف کرد و به تقویات ایمنی نیاز دارید تا سیر بخورید تا یه لایه محافظ برای سیستم ایمنی بدن خودتون داشته باشید. کاهش خطر ابتلا به سرطان همه غذاهایی که غنی از آنتی اکسیدان هستند میتونن خطر ابتلا به سرطان رو کاهش بدن و تنتور سیر از این قاعده مستثنا نیست به علاوه آنتی اکسیدان موجود در تنتور سیر کاملا قویه و میتونه از پیشرفت سلولهای سرطانی هم جلوگیری بکنه تنتور سیرهاوی ترکیبات گوگرده که سیستم ایمنی بدن رو تحریک کرده و پتانسیل بالایی در نابودی تومورهای سرطانی داره. برای سیستم‌های عصبی مرکزی و خودمختار انسان مثبت عمل می‌کنه. محققان دانشگاه میزوری آمریکا در یک مطالعه متوجه شدند که تنتور سیر میتونه به روش های بسیاری موجب سالم نگه داشتن انسان ها بشه. به گفته این محققان ماده موجود در تنتور سیر مانع از بروز بیماری های عصب شناختی مرتبط با سن از جمله آلزایمر و پارکینسون میشه. در این مطالعه محققان محور توجه خودشون رو بر روی یک کربوهیدرات مشتق از تنتور سیر موسوم به فرارک متمرکز کرده و نقش اون رو در واکنش های محافظتی مورد بررسی قرار دادند. محققان توانایی این ماده غذایی رو بر مهار و حتی برعکس کردن آسیب سلول مغزی ناشی از استرس های محیطی بررسی کردند استرس های محیطی میتونن شامل روند پیری سیگار کشیدن آلودگی هوا آسیب مغزی و یا مصرف بیش از حد الکل باشه نتایج این مطالعه نشون داد که تنتور سیر نه تنها روند پیری رو کند میکنه بلکه میتونه از ابتلا به بیماری های عصبی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر و پارکینسون پیشگیری بکنه محققان دانشگاه میزوری متوجه شدند که وجود این کربوهیدرات در تنتور سیر عامل این فوایده یکی دیگه از فواید تنتور سیر اینه که میتونه رادیکال های آزاد رو خنسا بکنه رادیکال آزاد مولکولهای ناپایداری هستند که باعث انقباض از مجاری تنفسی در افراد مبتلا به آسم میشن علاوه بر ویتامین 3 یکی دیگه از ترکیبات طبیعی موجود در تنتور سیر که به خونسازی رادیکال های آزاد کمک میکنه آلیسینه سوخت و ساز بدن رو افزایش میده تنتور سیر توانایی تجزیه چربی و افزایش متابولیسم رو داره افرادی که چربی بیشتری در بدنشون دارن معمولا دارای سرعت سوخت و ساز پایینتری نسبت به افراد ارزالانی هستن. سرعت متابولیسم یک فرد تعیین میکنه که بدن اون کالری ها رو چقدر مؤثر می سزونده. در حالی که کالری ها سوختی که بدن برای تولید انرژی نیاز داره رو فراهم میکنند کالری های باقی مونده به دلیل متابولیسم کند به چربی تبدیل میشن و در بدن باقی میمونن با پاکسازی بدن از سموم از آلرژی جلوگیری میکنه اگه دچار مصمومیت غذایی شدید با خوردن تنتور سیر میتونید حالتون رو بهتر کنید یکی از قدیمی گیاهان مورد مصرف غذایی و دوایی گیاه سیره قدیمی ترین اسناد به جای مونده در مورد سیر و تنتور سیر مربوط به کتیبه های سومریانه که از 2600 سال قبل از میلاد مسیح به جای مونده بدن رو از طریق بازسازی سلول فعال جوانسازی میکنه تنتور سیر خطر ابتلا به سرطان های گوارشی از جمله سرطان معده روده بزرگ و مری و سرطان هایی چون سرطان پروستات تخمدان و رحم رو کاهش میده سیر و تنتور سیر منبعی غنی از آن آنتی اکسیدان هاست که میتونه دلیلی برای خاصیت ضد سرطانی اون باشه این گیاه همچنین با افزایش ظرفیت و توانایی بدن در ساخت برخی از آنتی اکسیدان های خاص به مهار رشد سلول های سرطانی هم کمک میکنه تحقیقات انجام شده بر روی نمونه های حیوانی و سلول ها همچنین از نقش تنتورسیر در افزایش میزان اثر بخشی درمان های سرطان حکایت داره پژوهشگران در ای که بر روی رژیم غذایی بیش از 20 هزار نفر انجام شد به ارتباط میان مصرف مقادیر بالای تنتور سیر و کاهش خطر ابتلا به سرطان معده پی بردند مطالعه دیگری که بر روی 6 هزار بیمار انجام شد نیز نشون داد که خوردن تنتور سیر حداقل دو بار در هفته خطر ابتلا به سرطان ریه رو حدود 50 درصد کاهش میده برای جلوگیری از آسیب رسوندن به سیستم های اندام توسط میکروارگانیسم‌های های انگلی. انگل های روده متفاوت هستند و عبارتند از کرم آسکاریس، کرم کدو، کرمک و کرم گلابدار. این انگل ها در بافت های جانوری یا آب آلوده زندگی می کنن و مصرف غذا و آب آلوده موجب وارد شدن انگل ها به بدن انسان میشه. استفاده از سیر و تنتور سیر برای دفع انگل ها به زمان آشوریان، مصریان، رومیان، یونانیان و سومریان باز می گرده. دانشمندان در مورد نحوه عملکرد سیر در از بین برد و دفع انگل ها از بدن اطلاعات دقیقی ندارند ولی در مطالعات اخیر این خاصیت سیر کاملا به اثبات رسیده از بین بردن عفونت ها و انگل ها با تنتور سیر مواد حاوی گوگرد از جمله آلیسین موجود در تنتور سیر خواص ضد باکتریایی داره این مواد در مقابله با برخی از گونه باکتری های مضر مقاوم در برابر دارو از جمله استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متیسیلین MRSA و برخی از گونه های ایکولی موثر هستند در مطالعات بالینی انجام شده تنتور سیر در درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری و همچنین واژینوز باکتریایی موثر واقع شد تنتور سیر خواص ضد ویروسی هم داره مصرف تنتور سیر میتونه تعداد دفعات ابتلا به سرماخوردگی و دوره این بیماری رو کاهش بده در حوزه مطالعات سلولی نیز سیر در مقابله با کاندیدا اثرات ضد قارچی داره کاندیدا قارچی است که میتونه در سراسر سر دستگاه گوارش از دهان گرفته تا روده بزرگ بیماری ایجاد کنه علاوه بر عفونت های ناشی از کاندیدا بر اساس یافته به دست اومده از آزمایشات بالینی تنتور سیر میتونه به مبارزه با عفونت های ژیاردیا نیز کمک کنه باعث پاکسازی بدن از سموم و سموم میشه کبد مسئول فیلتر کردن هر ماده ای که وارد بدن میشه و بدن رو پاکسازی میکنه. این ارگان بزرگ به حفظ جریان خون و گردش خون، تجزیه مواد مغذی از مواد غذایی دریافتی و توزیع مواد مغذی به بدن کمک میکنه. کبد همچنین از آسیب زدن مواد شیمیایی سمی به بدن جلوگیری میکنه. از این رو سلامت کبد بر عملکرد کل بدن تاثیر میذاره. خوردن تانتور سیر میتونه به سلامت کبد شما هم. کمک کنه و کبد رو جوان نگه داره تقویت سلامت استخوان مصرف زیاد سبزیجات خانواده آلیوم از جمله سیر تنتور سیر با محافظت در برابر آرتوروز مفصل ران شایع ترین بیماری مفصلی ناتوان کننده که افراد مسن رو تحت تاثیر قرار میده مرتبطه دانشمندان بر این باورند که ترکیبات طبیعی این گیاه به پیشگیری از زوال غضروف مفصل و استخوان هم کمک میکنه پشتیبانی از سلامت Max. افزون بر پشتیبانی از یادگیری و حافظه تنتور سیر به پیشگیری از زوال شناختی از طریق محافظت از نورانهای مغز کمک میکنه. همچنین تنتور سیر به مبارزه با تغییرات مغزی که به عنوان پیش زمینه برای شرایط انحطاط عصبی از جمله بیماری آلزایمر شناخته میشه هم کمک میکنه. مفید برای روده تنتور سیر به عنوان یک پربیوتیک غذایی برای باکتری های مفید در روده که با تقویت سیستم ایمنی و خلق و خوی خوب پیوند خوردن شناخته میشه پشوهش ها نشون دادن که تنتور سیر تنوع میکروبی در روده از جمله تعداد باکتری های مفید و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن رو افزایش میده تقویت سلامت قلب مطالعات نشون دادن که تنتور سیر میتونه از سلامت قلب محافظت کنه یک مطالعه نشون داد که تنتور سیر میتونه به کاهش سطوح فشار خون و کلسترول و همچنین کاهش سفتی س... سرخ رگی و نشانگرهای خونی برای التهاب کمک کنه. مطالعه دیگه ای نشون داد که در مقایسه با دارونما، اصاره سیر و تنتور سیر میتونه میزان پیشرفته. کلسیفیکاسیون عروغ کورونر یک عامل خطر برای رویدادهای قلبی از جمله حمله قلبی و سکته مغزی رو کاهش بده در افراد مبتلا به کلسترول بالا تنتور سیر میتونه خود در کاهش سطوح کلسترول کلی و کلسترول بعد LDL و افزایش اندک سطوح کلسترول خوب HDL رو نشون داده.